با سلام و درود احترام خدمت هموطنانم در جای جای ایران و دنیا. دیشب آقایی از یک از کشور اروپایی آمریکا، چون شمارهشون درست نیفتاده بود، چند تا نقطه بود، صفر بود هم چیزی، و مشخص بود جمعی نشستند، به من زنگ زدن. گفت من از همون اول کار دنبال میکردم، نه که ما رو شمار خیلی آن و میخوام از انتقاد کنم، راهکار بهت بدم و راهنماییت کنم، هرچند که میدونم 100% حرف من قبول نمی کنی، هرچند میدونم 100% راه خودتو میری، کار کار کسی نداری، چون چیزی بلد نیستی. اون چیزی که باید بدونیم تو اصلا سیاست نمیشناسی چیه. و زن به ما میگه اصلا سیاست سرش نمیشه. ما با زم راجع به تو خیلی صحبت کردم، چون زم گفت من از دیگه نمیشناسم، چند ماه دو تا سه ماه پیشش بودم و من هیچی نگفتم، گفتم گوش میکنم حرفاتون. به من گفتش که شما چرا به همه گیر میدی؟ از آیت الله بهجت گیر میدی تو گوش، از این سر به اون سر، از اون کشور به این کشور، به فرانسه گیر میدی، به روسیه گیر میدی، به چین گیر میدی، به آمریکا گیر میدی، چته؟ حال تو چی مصرف میکنی؟ بازم شنونده بودم. گفت من جمهوری خواه هستی، من دموکرات هستی، به ترامپ گیر میدادی، به بایدن گیر میدی، به همه گیر میدی، آدم تو کشور به خیلی هاشون گیر میدی، مشکلت کجاست؟ گفتم بفرمایید، گوش میکنم. من بعد از اینکه به اینجا رسید نوت برداشتم از حرفاش، دیدم که این حرفاش خیلیه و خیلی چیزی که بساب برداشت خیلی ها هست، و گفتم نوت برداشتم، نوت ها رو با هم گوش میخونیم و ادامه میدم براتون. البته منم گفت حرف باید تو پخش نمی، صحبت نکنم، باید صحبت خواهم کرد. گفت محال همه حرفی من گفتم بهت بگی. گفتم آقا جون بدهکارت که نیستم، طلبکارت هم نیستم، اون که لازم باشه میگم، ولی الان امشب دارم همشو میگم. موسیقی که تو میگوتی فکر کردی من نمیگم دارم بهت میگم. خدمت شما هستم که گفتم شما برای من لطفا سیاسی رو تعریف کنید. سیاسی چی هست؟ گفت سیاست رو همین رو میدونم. من میدونم تو نمیدونی که میپرسی. گفت آدم سیاسی باید اول فکر خودش، اول فکر خودش، دوم به فکر دسته یا گروه یا حزبش و هوادارش باشه. تو به خودت هم نیستی، تو به چه حقی به ما میگی که به خارج کشورش میگی شما حق نداری تو کشور چیز کنید، پست سمت بگیرید؟ به چه حقی حرفو میزنی؟ گفت اول شما تو جدی نمیگرفتی و گفتیم برشون دیگه میاد و میره. ولی زن به ما گفتش که ما جلسه با زم و با کی و کی اسم خیلی رو آورد که نمیخوام بیارم اینجا. گفت زم یه روز گفتش صحبت کن، زم خیلی داره کم کم پرو میشه. گفت پروش که هیچی، ولی دست تو ایران جا باز میکنه، خیلی از مردم ایران که پاشه میبینن. گفت این یک شکر ما بود، شروع کردیم به تخریب کردن. آدم های زیادی اومدن پیشنهاد دادن، خلاص مشخص است تخریب بخواستن بکنه. بعد به زم گفتم بیا ما برمیزی بکنیم، این زمینش بزنیم. زن گفت من نیستم. گفتم چرا تو نیستی؟ گفت این پتانسیل صحبت بالایی داره، اطلاعات زیاد داره، دو تا سلاح داره، یکی پتانسیل بالایی داره در صحبت کردن، یکی هم صادق همین که هسته، یه چیلا پوشی نداره. در نتیجه من خودم ظاهر نمی کنم، شما خودتو ظاهر نکنید، نمی زورتون به این نمیرسه، چون برای خودش هیچی تعریف نکرده. زور ما به کسی میرسه که برای خودش تعریف کرده. گفت اصلا هیچی نیست، من باید نمیگردم. ولی ما باز کارخونه شروع کردیم، ولی الان نجیب رسیم که زم در مورد شما اشتباه میکرد. تو از شرق و غرب از همه جا میگی. بعد روزه سیاستش پرسیدم، گفتش که آدم سیاس باید اول به فکر خودش، دوم به فکر دسته و یا حزب و گروه و حزبش و هوادارش باشه تا میتواند وعدهای شیرین بدهد، دروغهای بزرگ بگوید و همیشه علتهای نشدن رو به گردن دیگران بیندازد. این تعریف از سیاستی که شروع میکنه. گفتم خب اینش من نیستم، خودتون میدونید. گفت تو واقعا پست نمیگیری؟ گفتم نمیتونم بگیرم، من توانش ندارم، بس از کسی پست رو تعارف بکنه.
ولی اگر از من مشورت خواستن در حد توان در خدمت هستم، چون سن خودم بالای 65 سال هست و آدم بالای 65 سال دیگه توانایی کار اجرایی نداره با چشم جوانا، و یعنی مدکل چه همی شده. بعد گفتنش که برای همه ما از شما از یه شد سرچ میگیرد که من یادداشت کردم بعدش دیگه میگیره که مرتب تکرار میکنه که خارج از کشور نشینی ها مبارزه گر حق کتاب پست سمت و اول ندارند. تو چه وقت تصمیم گرفتی؟ من نمی مرد بدی نمیذارم، مرد مردم ایران نمیذارم. بچه من نگفتم شما به کشور بر نگیرید، نگفتم چیز نکن، گفتم به بچه پاره هستم، گفتم برگردین کشور، برنامه ارائه بدید، حزب درست کنید، گروه درست کنید، کاندید بشید، نماینده مجلس بشید، چرا نشید؟ ولی که سرزد بخوای پست بهتون بدن، نه این نخواهد بود. یعنی نظر منه و مردم ایران هست که من میشناسم واقعا در توانم. گفت تو میگی خب مردم میگن درسته، گفتم من درست حرف میزنم، خلاف حرف نمیزنم. و خارجی شدیم. بعد ما اول اصلا اهمیت نمیدادیم، بعد کم کم متوجه شدیم در داخل کشور از همه اقشار کلیپ های شما رو میبینن و خانه طرفدار زیادی پیدا کردیم. باعث افتخار بنده است. شروع به تخریب کردیم و در سطح گسترده، حتی چند جلسه با رورا زم و چند نفر دیگه که خودت خوب میشناسی هم رایزنی کردیم برای یک تخریب اساسی با همکاری بچه اطلاعات و رابط بچه رابط اطلاعات. اما زم یک جمله گفت که باورمون نشد، گفت سر به سر محمدی نگذارید و دلیل آورد. گفت من با محمدی چند روز از وزیک تو ترکیه زندگی کردم، اولا از هیچ تهدید نمیترسم، دوما آدم خیلی ساده و صادقیه، سوم بدون تعارف با هیچ بنی بشری تعارف حرف با هیچ بنی بشری با همه بدون تعارف با هر بنی بشری حرفشو میزنه و از هم مهمتر از پتانسیل صحبت خیلی بالای برخورداره و شما هیچ محرکش نمیشوید. زم اینجا بود، آقای شمسی هم بود که همزه اینجاست و اینها به من گفتن میبریم یک جایی مصاحبه دو گفتم آره. با یک ون منو بردن دو روز سه روز یادم چند جلسه بردن، خیلی هم ضبط کرد پخشم نکردن. بعد زم خندید بعد دو سه گفت نترسید ما بکشیم. گفتم نه. گفت چطور؟ گفتم دلم روزی کردم. گفت برو. گفت برو عجب آدمی هستو. گفتم آره ترس ندارم، میخوام بترسم شما خواب نمیبره. گفت زم یه حرف با زد بله. بعد به من گفتش که ما متفق قول هستیم که اگه پس آدم مملکت به جایی برسی یک دیکتاتور کامل هستی. گفتم قبلا هم گفتم بازم میگم پستی قبول نمی کنم، درش هم گفتم. اما بعد هم بهش گفتم که شما دین چیه؟ گفتم اول مسلمان بودم بعد اومدم مدت مسیحیت، اما الان دینم انسانیت. گفت یه توصیه بهت میکنم، دوستام همین توصیه داره بهشون، شما برو به روانشناس خودت نشون بده، به روانپزشک خودت نشون بده، برو وگرنه این راهی که تو میری ترکستانه و از این حرفا. گفتم توصیه شما رو گوش میکنم، اما مشکل شما کجاست؟ گفت تو همه رو با یه چوبینه. گفتم نه محاله. گفتم محاله محاله چوبینه. دو روانپزشک برم چشم، روانشناس برم چشم، چه مواد استفاده میکنم؟ هیچ مواد استفاده نمیکنم، نمیشناسم مواد رو، ولی توصیه شما رو گوش میکنم. گفت وگرنه این همه تو هوادارت ایران جمع که جمع نکردم. من کجا جمع کردم؟ مگر زمانی توی 24 ساعت 10 تا 12 تا کامنت ذوق مرگ می‌شدن. اینو گفتم قبلا. تو یک زمانی شد با رسیدن زیاد شد 50 تا 60 تا 100 تا، بعد از 7 8 ماه رسید به 12000 تا. برای شازده فرستاد نوشتم براش، نوشتم شازده امروز خیلی خوشحال 12 کامنت تو 24 ساعت اومد. میدونی چرا؟ چون من حرف دیگران رو گوش میکنم، به جواب سوالاش که سوال در هر سطح جواب میدم. مردم تو دنیا هیچ کس حرف کسی رو گوش نمیکنه، توجه نمیکنه. عروسه به روز 350,000 200,000 کامنت رسیده. درسته همش جواب نمیتونم بدم، ولی میفهمند که من کامنتاشو رو میبینم، جواب میدم در کلیپام یا خلاصه خصوصی جواب میدم. اتفاقی است. ولی شبیه حداقل 4 ساعت وقت میذارم به این کار، چون احترام گذاشته بودش، احترام بذارم برام کامنت فرستاده.
گفت بعد ما زمان فکر کمیته بلد میاد جدی بعد نه گفتم خب بجی شما حساب کنید 150 تا 140 هزار کامنت میخوام خودم برای خودم بنویسم ببین چقدر زمان میبره حرفی میزنید شما گفت جواب چیه گفتم شما سوالتون بشه بچا وقتی اجازه میدم بهت خلاصه خیلی توصیه ها کرد خیلی چیزا کرد و بیا گروه های ما بیا فلان تا حالا مشکل مال رنج میبری و بعد زم گفته که اومدم با تو صحبت کردم تو بی ابا میگی با بچه تو بیش سوال میکنم صحبت میکنم مثال اینجا میگم یک زمانی گزارشا به شازده عزیز میدادم برای شازده مینوشتم من قرار دارم فلان ساعت دارم میرم و از این حرفا گفت مصاحبات قطع کردی گفتم قطع کردم چون فایده نداره مصاحبه که با من میکنی بعد میاد یک نفر رو بغل دست من میذارید که میخواد معروفش بکن تو ایران خب من بچه که نیستم که بچه‌م گفتم شما سن زیر 50 است خب بله من 48 سالم گفتم این دوره شما دیدم دوره رو زدم گفت ولی به روشاس خودش رو گفتم حتما این کار میکنم بعد بهش گفتم که کامنت ها اومد با تو اینجا رسید وقت شما ها تخریب چی تخریب شما از تخریب به نفع شما مگه نمیفهم تخریب یعنی چی بلد نیستم کار رو بکنم من بدی بلد نیستم بکنم و به گروه شما نمیپیوندم مشکل مالی هم دارم مشکل خودمه تا الان لنگ نموندم چهار دوست دارم باور کنید دوستانی هستن که واسه من 20,000 تومن میفرستند 20,000 تومن میدید چقدر میارزه؟ 20 میلیارد تومن میارزه وقتی بیا آقا محمدی ببخشید که میگم نه نفس عمل تو قابل قیمت گذاری نیست ولی خب شما بیا و فلان کن با ما باشو با اون باشو با این باشو گفتم من با شما ها بدهکارا هیچ وش کار ندارم گفت بدهکار کی هستیم گفتم بهتون میگم بدهکار کی هستید شما ها افکارتو میبینم رفتارتو میبینم شما که اینقدر زود راجع من قضاوت میکنید اصلا قابل اعتماد نیستید شما با ابو اجدادتون رضا شما همیشه قضاوت کردید ولی شما همیشه قضاوت من در ساز نیستم ولی خیلی قضاوت بدی کردید چوشو خوردید به پشام بدهکار هستید الان بهتون میگم بدهکار کی هستید بعد تا چه مذهب صحبت که خیلی مسئله دیگه بعد جوابش گفتم گوش فقط گوش کردم بعد خدمت شما هستم که گفتش که صحبت اینجا شد که شما ما با دکار چی هستیم گفتم بهت میگم جایی که من گفتش که شما پس از من بکرد کاری بشی و اینجوری هست و اونجوری هست و فلان دیکتاتور میشی گفتم پست من قبول نمی کنم گفت یاد اون مصاحبت گفتم با اون ژاپنیا که وقتی گفتم پول گفتی نمیگیرم بعد پرسه به تو دومال چی هستی جواب گفتی که دومالی هستن که انسان ها برگرد به فطرت پاکی خودشون خب جواب خوب بود منطقی بود حالا جواب مال چی داره بدی دومال چی هستی چرا بگو گوش گیر میدی گوش بازو چیکار کرده گفتم من به گوش گیر ندادم گوش یه آدم بی صفت بی شرف چند دو تا خاطره رو بهش گفتم یکی اون که در اربیل خانم گوش کنسرت داشت سال فقط 2009 اون موقع بود از ایران به چه بدبختی مشغل رفتن اونجا فلان کردن آمدن از سالن 100 تا به 200 تا 300 دلاری گذاشتن دقیقه 200 دلاری 300 دلاری واسه مردم ها سنگینه سالن خالی بود یک سال با تأخیر شروع کردن و کسی نتونید بخره 300 دلار از کجا بخواد بیاره بده 200 دلار بخواد بیاره بده خانم گوش اون راه نه تو سالن بابا سالن خالی با گفتن خانم خالی برای روز بزه بشه اهمیت نمیده برای کسی چون این آدم گدازاده است بدبخته فلک زده است کلاه برداره گفتم چرا از ایران اومده اون همه تا اونجا اومدن بهش اون خانم اومدن راه نه تو سالن سالن خالی من با 350 هست دو ساعت کنسرت گذاشت رفت میگه هم وسط تو نیست بیشرف حالا من خیلی حرفا نمیزنم باز اینجا ولی گفت نه من 100 دلار رو فروختم 200 300 دلار میخوام بیام میخوام نداره کسا کنسرت داد اون همه راه هزار خورده 2000 کیلو کوبیده اومده یکی این کلاه بردار میخواد من دوست دارم توی آمریکا اسم استادش آلبرت به تو احترام گذاشت ولی هموطن یک اقلیت مذهبی است 2.5 میلیون دلار تو دورش سر کلاه گذاشتید بچم در رفتید چی کروانه اسم چیه من 3-4 ماه قبل میدونستم تو بازی قرار میدن مگه مرجعیت بازی قرار ندادم گفتن مرجعیت بیاد تو تیم خودم اوف
مجادله تر کنه. 10 نفر توجه نکردن. تو هم همینطور هستی. تو یک بدبخت دیالوگو هستی خانم گوگوش که آخر عاقبت مشخصه چی. خودت به حیثیت خودت بردی. فکر جس که زینا دیگه همیشه درست نه خیلی نه خوب نیست. انسان وقتی به جایی میرسه که حق شناس باشه. انسان وقتی به جایی میرسه که قدر کار دیگران بدونه. اگه ندونست خودش هم با خاک یکی میشه. شاید طریق سه نیست. کسی بچه خوش رحمه به دیگه آخر رحم بکنه. گفتم دوست از من گوشی برد که نمیگم. گفتم تو رو بحجه چی؟ گفتم تو بحجه خود میدونی. یک آدم مشکل دار روانی هر کچه بود چهار قول بکن. تموم شد. خود دیدی دیگه تو چی شد؟ 180 میلیارد تومان پول تو خونش نقد نگه داشت امام زمان بهش بدید. آخه این کوبیدن نداره. خلاصه گفت اما آخه جمله آخر میخوام بهتون بگم. قبلا گفتم باز هم میگویم پستی قبول نمیکنم. درش هم گفتم. اما تا زمانی که جان در بدن داره محمدی جان در بدن داره شما بدهکارا آرام نمیگذارم. شما به انسانیت بدهکارید. شما به انسان به انسانیت واقعا بدهکار. شما انسانیت ندارید. شرف را میگی نه انسانیته. جمع کس کوزت. برو جمع کس کوزت. برو بمیر. تمام کشوری که گفته به انسانیت بدهکارند. اروپا و آمریکا و همه جای روشنمایی کثافت همه بدهکاره. روحانیت بدهکاره به انسانیت. به انسان هیگرانی بدهکاره. آیت الله عظمه خر سگ کوفت زربان همشو بدهکارن چون همشو فکر این هستن منافعشون هست. انسانیت کی چنده چه چیزی تو هم به انسانیت بدهکار اون داردسته بدهکار تمام اون پوفیزا که اسمشون رو گفتن همشو بدهکارن به انسانیت. مردم رو چه کردن؟ خدمت کردن اهمیت داره بشه. چه کار کردید؟ هر چی کار کردید پاشون رو خالی کنید. هنوزم ول نمی کنید. چون ذاتن خائنید. ذاتن بی‌شرفید. بدهی به انسانیت خیلی بدهکاری بزرگی است. خیلی بزرگه. خیلی خیلی بزرگه. کمر همه تو خورد میشه. توی زیر این باره که به انسانیت بدهکار هستید. تا اون کشوری به انسانیت دست دنیا بدهکاره. دست دنیا بده کاره. اینا انسان هستن هیچی نیستن. کسی انسانه داشت هیچی نداره. امثال شما ها دیدی همه رو گفتم بهت و این که شما به انسانه بده کارید برید بمیرید. ایام بکن روزگار خوش. دوستان ببخشید خودم بردم بارا ولی مجبور بودم. ایام بکن روزگار خوش. تا یکی دیگه تا چند سالی خواهم تقدیر خواهم کرد.